بررسی شبکه خبر تقدیم می کند. پایانی بر پایان. یعنی دولت موقت هم بر شما این است که شما پاتو کفشش نکنید. ما کاره دیگه هم داریم، همه انرژی رو اینجا صرف نکنید. قرار است برویم بجنگیم. سازمان مجاهدین که با تحلیل اوضاع کشور در سالهای آغازین تشکیل حکومت اسلامی دریافته بودند که وجود خواص روشنزمیر و بصیر در جامعه موجب رشد فکری مردم خواهد شد و این امر یعنی هویدا شدن ماهیت اصلی سازمان. گروه رجوی که مهمترین هدفش رسیدن به قدرت بود، با تمسک به راه‌های گوناگون از جمله تخریب شخصیت و ترور، اقدام به حذف خواص تاثیرگذار در جامعه کرد. ائمه جمعه با توجه به جایگاه والا و ارزشمند نماز جمعه در شریعت خاتم، از مؤثرترین افراد در افزایش بصیرت مردم بودند. همین مسئله کافی بود تا دست کینه‌توز و جلاد سازمان در پی حذف این چهره‌های ولایی و ارزشی از صحنه سیاسی دینی جامعه باشد. این سلسله اقدامات منفور و غیر انسانی گروهک رجوی از سال 1360 و با ترور دانشمند فرهیخته شهید آیت الله سید اسدالله مدنی امام جمعه شهر تبریز آغاز شد. آیت الله مدنی در سال 1292 در آذر شهر که آن زمان از توابع شهر تبریز بود، پای در مزرعه آخرت گذاشتند. شاید بتوان به این نکته اشاره کرد که مهمترین دوران تحصیلی آیت الله مدنی تلمذ در کلاس فلسفه و عرفان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که در این دوره 4 ساله رابطه بسیار عمیقی بین استاد و شاگرد ایجاد گردید، تا آنجا که وی از حضرت امام به عنوان مرید یاد می نمود. با محاسبه نظامی و با محاسبه اقتصادی، با الهام از رهبر بزرگ انقلاب که دشمنانش نابود شدن انشاءالله. در هر مقطعی از جنگ چه این بزرگواران میبودن توی جبهه، چه این که برادر بعد از عملیات ها میرفتن به عقبه سرکشی میکردن و از نصایح و تذکرات اون عزیزان استفاده میکردن. خب شما از برادران چه در اونجا چه در اینجا کوتاهی ندیدید که در خودم ما تنها چیزی اونجا میبینیم از بچه ها فقط شور است و هیجان، یک پارچگی کار کردن، نه ناراحتی، نه که آی چرا ما اینجا موندیم، نمیدونم نون نداریم، فلان نداریم، غذا گرم نمیخوریم. اونا اینجا دارن واقعا جون میکنن، دارن واقعا از خودشون از همهشون میگذرن، حتی از زن بچه‌شون خبر ندارن. من یادم هست بعد از صحبتی که ایشون یه جلسه ما داشتیم سر صبحگاه گذاشتیم و عزیزان رو دعوت کردیم، همه بچهای سپاه اونجا بودن، اون تعدادی که توی خطوط نبودن و عقب بودن توی میدون جمع کردیم. ایشون اومدن یه تخت سربازی گذاشتن، رفتن بالای تخت و اون بالای تخت یه بلنگو دستی ازشون گرفتن و شروع کردن برای بچه‌ها صحبت کردن. انتهای اون در واقع مراسم هم ایشون صحبتشون که تموم شد، چند تا از همین صندلی‌ها که اونجا بود به محبت نشستند و همه بچه‌ها دورشون حلقه زدن. ما احساس کردیم که در واقع با یه حضور این بزرگوار در مناطق مرزی و عملیاتی ما، بچه‌ها اونچنان تقویت روحیه شدن و در نظر معنوی شاد شدن که تا مدت‌ها این روحیه میتونست ازش استفاده بشه. پس از شهادت آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آیت الله سید اسدالله مدنی را به امامت جمعه شهر تبریز منصوب کردند. آقای مدنی نقش غیر قابل انکاری در روشنگری مردم ایفا نمودند و سرانجام پس از سالها تلاش در مسیر پیروزی انقلاب، محراب نماز جمعه مقتل این شهید عالی مقام کردند. Thank you.
آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، امام جمعه عالم و وارثه شیراز و صاحب تألیفات متعدد در حوزه اخلاق و عرفان، شهید دیگری بود که از سجاده راز و نیاز خویش به معراج رفت. اگر که اون که مسلمانان جهاد نکنند در برابر دشمنان اسلام، فداکاری نکنند، هلاک میشن، اسلام از بین میرود، خودشون هم از بین میرود. هر جامعه‌ای که فداکاری به مال و جان از بینشون برداشته شد، این جامعه محکوم به فناست. شهید دستغیب از جمله شخصیت هایی بود که همه چیز رو برای وصول به خداوند سبحان و اجتماع و دعوت مردم به سوی حقیقت کنار گذاشته بود و لذا از همین جهت چون اوشون رو یه شخصیتی میدانستن که مجتمع از دو بعد مصلح و عارف بود. یعنی شهید دستغیب شخصیتی بود که هم مصلح بود و هم عارف بود و یقینا دشمنان وقتی ببینند که چنین شخصیتی داره جامعه رو از اهداف اونها دور میکند، در صدد شهادتشون برمید. دل آدمی فقط باید برای الله خاشع باشد و بس، نه برای مال دنیا، ثروتمندی، خوشگذرانی، زینا للناس، حب و شهوات، من النساء والبنین والقناطیر المنطره من الذهب والفضه والخیل المسلمه والانعام والحرث. اینا دشمنان داخلی خودتن ای انسان. آیت الله دستغیب از یاران خدوم انقلاب و امام بودند که در دوران اختناق شاهنشاهی بارها دستگیر و زندانی شده بودند. عالم ربانی و فقیه متفکر شهید آیت الله دستغیب از سال 1341 امام خمینی را در مبارزه با طاغوت همراهی می‌کرد و عطر کلام و آبروی قلمش صفا بخش محافل علمی کشور بود. همه با هم باید مثل اعضا یک بدن باشند، همه باید غمخوار هم باشند، همه باید دلسوز هم باشند. خودخواهی هر فردی شرک است، شرک است در ولایت. باید هر فردی با فرد دیگر خودش را جدا نداند. جنایات منافقین که با هدف منحرف کردن جریان انقلاب انجام می شد، در روز جمعه 20 آذر ماه سال 1361 برگ سبز دیگری از درخت انقلاب را بر زمین انداخت تا بار دیگر ثابت کند تیغ عداوتش را بر روی مردم کشیده است. جنایات و خیانت‌های لجام گسیختگان گروهک رجوی در تیر ماه سال 61 بار دیگر قلب ایمان مردم را نشانه داد. امام جمعه شهری است. حکیم فرزانه آیت الله محمد صدوقی، یکی از مردان راستین روزگار، در 11 روز تیر ماه سال 61 به شهادت رسید تا بار دیگر دشمنی سازمان نفاق با آرمان‌های مردم انقلابی عیان گردد. آیت الله صدوقی غمخوار مردم و یار دلسوز انقلاب، منشأ خیرات فراوانی در شهر یزد بودند که طعم شیرین آن هنوز در کام خسته شهر باقی است. این مرد خدا یاور نیازمندان و مددکار مستمندان بود و نقش پررنگی در هدایت مردم غیور شهر یزد از خود بر جای گذاشت. امام امت رضوان الله تعالی علیه در پیامی به مناسبت شهادت این اسطوره صبر و پایداری فرمودند: این جانب دوستی عزیز که بیش از 30 با او آشنا و روحیات عظیمش را از نزدیک درک کردم از دست دادم و اسلام خدمتگزاری متعهد، فقیهی فداکار و دانشمند را از دست داد و در ازای آن به هدف نهایی که آمال این شهیدان است نزدیک شد. کشور درگیر جنگ بود.
و بیشتر توان اجرای کشور در مسائل مربوط به آن هزینه می شد. جریان نفاق با ایجاد حس ناامنی در کشور سعی داشت تا حکومت را از پای بیندازد. امام جمعه شهر کرمانشاه، مجاهد خستگی ناپذیر، آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب است که خونش حیات آفرین انقلاب اسلامی بود. و یکی مرحوم آیت الله حسن محمد تقی خونساری بود که واقعا از اولیای خدا بود و ایشون نماز جمعه را در قومشون رواج دادن. مدرک اجتهاد را، اجازه اجتهاد را در سن 40 سالگی از مرحوم آیت الله العظما خونساری گرفت. درس فلسفه را دست از امام می‌رفتن، چون امام اون موقع استاد فلسفه در قوم بودن و ایشون مرحوم آیت الله شهید مطهری و بعضی بزرگان دیگه از محضر از امام درس فلسفه را تلمس کردن. آیت الله اشرفی اصفهانی با حضور خیش در جبهه های نبرد با دشمن متجاوز، ضمن سرکشی به رزمندگان و آشنایی با مسائل و مشکلات جنگ، موجب تقویت روحیه سربازان اسلام می شدن. همچنین ایشان در خطبه های نماز جمعه همواره به مسائل مرتبط با دفاع مقدس می پرداختند. پس از آزادی خرمشهر بلا فاصله خود را به این شهر قهرمان رساندند و همراه رزمندگان در مسجد جامع شهر نماز شکر به جای آوردند. وضع داخلی زندگی ایشون بسیار ساده و بی‌پیرایه. خانه ایشون یه خانه بسیار متوسط، اتاق کتابخونه‌شون رو من دیدم، یه اتاق طلبگی به تمام معنا، یعنی هیچ نشانه یک شخصیت برجسته موجه اونطور که مردم انتظار دارن که وضع زندگی او باشه در خانه ایشون مشاهده نمی‌شد. اما گونه‌ای که امام عظیم الشان هم در پیام تاریخیشون فرمودن، این جانب یکی از ارادتمندان اون شخص والا مقام بوده و هستم و شهید محراب این جمعه ما یکی از اون شخصیت هایی بود که این جانب قریب 60 سال بود که ایشون را می شناختم و این منافقین مزدور و کوردل کسی را از ما گرفتن که آزارش به موری هم نرسیده بود و او از مصادیق بارز رجالون صدق و معاهد الله علیه بود. منافقین که از نفوذ بالای این روحانی برجسته و دانشمند بیدار و آگاه در استان مرزی کرمانشاه می ترسیدند، بالاخره در 23 مهر سال 61 ایشان را به شهادت رساندند. حضرات آیات، مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی قربانی کینه دشمن شدند. از آنها به عنوان شهدای مهراب یاد می شوند، شهدایی که جرمشان روشنگری مردم بود.